خب اوتورانو میذاریم، آره یکو میزنیم، اینجا هم سیلور بالا، سیلور رو ور میداریم، تیکیپش رو پی 100 رو میزنیم و 295. در اینجا ما روی ترشود 45 بودیم دیگه، ویدیوی 55 ترشود 45. خب اینجا رو دیوی بالامون ما 55 نداریم، یه 56 داریم، میتونه اطراف هدف باشه. این صحنه اصلی ها، با زمان تمرین اشتباه نگیرید، 56 55 58 53 45 نه، زمان تمرین میتونه به عنوان هدف باشه. و در اینجا الان ما دیوی 5 رو دادیم و عددی نداشتیم، در اینجا یه 55 داریم. خب ما وقتی در اینجا 55 رو داریم، متقابلا اگه گولد رو هم بزنیم پی 100 و همین بیایم دیوی 5 رو بدیم یا دیوی 10 رو بدیم، ما باید ببینیم در اینجا اون 55 رو داریم یا نداریم. تا دیوی 30 هم میریم، اینجا باز یه 56 داریم، حالا میایم دیوی 95 رو میدیم. تو دیوی 95 ما 55 رو نداریم، 55 رد شد با اون که با سیلور اومده بود. اینا تفاوتاشه، 56 رو میده. گفتم این میتونه اطراف یک هدف یا تشخیص یک هدف باشه. حالا برش میگردونیم، میان زینگ رو برمیداریم پی 100 و 295. خب با زینگ هم اینجا نمیده تو دی 8 تا 295 اصلی که ما در جریان عددی ویدیوهای 55 و ترشوی 45 بعد بگیریم. حالا اینجا زینگ هم که برمیداریم این بازم میده اینو. خب روش دیگه اینه که اگه ما بریم الان این 100 رو از اینجا ورداریم، پی 100 رو بزنیم و بیایم همینجا اینو اندازه گیری کنیم، چون رو دیوی 5، دیوی 5 رو بدیم. خب ببینید ما اینجا 55 رو نداریم، اینجا داریم. این بیانگر اینه که این هدف اصلیه نیست، این حوزه ای در اطراف هدف اصلیه یا یه منبعی شبه هدف اصلیه، چون با هاتراک به ما جواب داد. ببینید خیلی جا ما وقتی زینگو میزنیم جواب نمیگیریم، یعنی هدفه نیست، ولی اونجایی که زینگ جواب میده باید بریم از هاتراک استفاده کنیم، ببینیم چه مفهومی میده، آیا هدف اصلی است یا اینجا هدفه نیست. این هدفه نیست، این یه منبع دیگه یا کنار یک هدفه، چون 56 هم به ما در اونجا